سلام. سلام علیکم. بفرم. مسافرین مبتهم پرواز شماره 489 همپیمانی قطری به مقصد دوحه، لطفا جهت سوار شدن به هواپیما به خروجی شماره 13 مراجعه فرمایید. خدمتشون. مرسی. کیس مورد نظر اعزام شد تو موقعیتون. استاد قیبی؟ بله خودم. خیلی خوش آمدید استاد. بفرمایید بشین استاد. مرکز واده 12 هستم. سوژه زیر نظر ماست. تعقیبشون میکنیم. خسته نباشین. منتظر گزارشات بعدیتون هستیم. خورد مالشون. دستت بشکن زن. ای من چی کارت کرده بودم؟ نفهم برای چی جامعه با این سرعت داره به سمت خشونت میره. آخ این بشین بر بسته. قدرت قدرت جهانی کجایی؟ قدرت جهانگیر منو قال میذاری؟ آره حق بود پولو بردارم برم. قدرت بابا من تولدم نیست، سورپرایز سورپرایز نمیخوام. اذیت نکنی. کجایی قدرت جهانگیر؟ قدرت اینجایی؟ دارم یا ما خودت خواستی؟ قدرت واقعا بیشورین. ولی باشه فکری میکرم، فکر کردم میخوان سورپرایزم کنم. خاک تو سرت بری. باید دلارا رو برمیداشتی میرفتی تا آدمی شد. میشینم دولار هم میشمارم.
گروه پشتیبانی ما رسیدیم. چی میگی تو؟ میگم من از این در میرم تو از در پشت بیا. بابا در پشتی نداره، همین یه در، وایسا با هم بریم. چرا کل تو دستشونه؟ باید خیلی آروم بریم تو حله. خیالت را یه جوری که هیچکی نفهمه. حله خیالت را بی سر و صدا حله دیگه. کجایی؟ بیاید بیرون، ما فقط میخوایم با تون حرف بزنیم. آره ارواح احمد، با کلت میخوای با ما حرف بزنی؟ با شما بیام داخل زنده نمیذارم اتونا. با شما کجایی؟ مرداد، صدای چی بود؟ مرداد بابا چقدر این خنگه. کاش از گروه دلتا آدم آورده بودم. پشتیبانی، پشتیبانی منو حمایت کنین، میخوام برم تو اتاق. مرداد، مرداد برای چی سینه خیزی؟ پاشو مرداد، تو موقعیت سینه خیز پاشو، اون بر نیستم. پاشو مسلحتو بده، من تو مغزتو نریختم رو زمین. از پشت زدن نامردی ها؟ من هم نامردم هم از پشت میزنم، مشکلی داری؟ نه الان اینم کشتیش؟ آره تو هم حرف زیادی بزنی میمیری. من اصلا حرفی ندارم بزنم، اینم خوب کاری کردی کشتیش. چند نفرین؟ ما و تیم پشتیبانی. دقیق چند نفرین گفتم؟ همین دوتا. احمق باشو، هستان باشو. همه بدبخت شدم. اوه
ببخشید جایی تشریف می بردین امانوئلم؟ من دبلیو سی پلیس بیبی. مگه بهت نگفتم دیگه به من نگو بیبی؟ صاف زدی همونتا که درد می ترد. از آدم سنگدلی هستی تو. به جهنم که درد می کرد، مونده تا سنگدلی منو ببینی. اسم کوفتی واقعی چیه؟ امانوئل. میزنم تو سرت ها. رو کردم جهانگیرم. بلایی به سرت بیارم جهانگیر که آرزوی مرگ کنی. باشه فقط درد نداشته باشه. این دست منم باز کنی یا دست باب برم. چی؟ اتفاقا قرار کلی درد بکشی. فکر یه شلوارم واسه خودت باش، چون از دبلیوسی خبری نیست. بابا مگه مریضی؟ من حالا بده، من برم دست میزنم. باشه نمیخوام پر رو. عزیزان، این مهمترین ابزار پیشگویی شرق به حساب میاد، ظرف آب. تکرار کنید، ظرف آب. تو جزوه‌تون حقه های مربوط به ظرف آب نوشته شده که چطور مشتری میتونه فکر کنه که واقعا داخلش یه چیزی میبینه. دقیق بخونین. آخر ترم 8 نمره حداقل از این جزوه سوال میپرسن. استاد 8 میشه 10 بدین؟ نه خیر. پدر سوختگی آکادمیک ندیده بودیم که دیدیم. به اینا مدرک هم میدین؟ بله استاد، اینا مدرک هم میگیرن. ظرف معتبر و قابل ترجمه توی 120 تا. تکرار کنین. 120 تا. بله. استاد. بله. در مورد انبرنسا هم درس دارید؟ انبرنسا؟ بله انبرنسا. انبرنسا؟ انبرنسا؟ انبرنسا قوغا میکنه. تکرار کنید. انبرنسا. رمالی بدون انبرنسا مانند شتر بدون جهازه، قیمه بدون پیازه، مثل دریای بدون قازه. باریکلا، چقدر باوشی شما. آینده دارنشون. بفرمایید اینم جایزه شما. بذار گوشه لپت. مایل باشید. خب کجا بودیم؟ ظرف آب. اینا رمالای هندی وارداتیمون هستن. وارداتی؟ نمیفهمم. ماشینالات کشاورزی دارو اشکالی نداره، ولی کش تومون و دست بیل و زیپ شلوار و رمال هندی دیگه واردات واقعا درست نیست به نظر من. البته کاملا حق با شماست استاد. ما امیدواریم که با حضور شما تولید داخلیمون رونق پیدا کنه و دیگه نیازی به واردات نداشته باشیم. اینا الان گرد نخوچی قرمز دارن میخورن یا فلفل قرمزه؟ نمیفهم. فلفل قرمز استاد از اون نوع تند بی پدر مادرش هم هست. نمیسوزن اینا؟ نه استاد، چند روز اینجا دارن فلفل قرمز میخورن. ما فقط 11 میلیون تومان هزینه فلفل دادیم. آویل 11 میلیون تومان. سلام. ایرانی ها عقلشون به چششون بوداهه. همین که بگید یه مرتاز اصل هندی آورداهه، 1 میلیارد داداهه دیگه. 11 میلیون چیزی نبوداهه. شما فارسی میفهمین صحبت میکنید؟ بله، من بسیار تمرین کرده. هندی هستی؟ شما استاد مندل بوداهه؟ همون رمال سفیداهه؟ شما منو میشناسن مگه؟ همه رمالای هندی شما را شناختهه. نه برو. اون وقت انبرنسا چی؟ انبرنسا؟ موضع رمالیت هندی در مورد انبرنسا چی؟ انبرنسا چه بوداهه؟ نمیدونی شما؟ نه. من باید یک دوره ورکشاپ برای شما مخصوص بذارم در مورد انبرنسا. استاد تشکر کرده. تشکر کرده استاد. این خدمت شما. خوردنی نیستا. استاد مگه قرار نشد که من تو اولویت کلاساتون باشم؟ چرا شما هستی؟ این خانومم حتما باید بیاد. آره، رمال خوبی میشه. استاد سیتا، این چه کوفتیه؟ وای،
آخه ما درگیر احساس کشی بوداهه، همه چی رو کارتون کردن کرداهه، همینم کلی گشتاهه تا پیدا کرده و با خودم آورداهه. مندل خان میوه هاهه؟ میوه هاهه؟ نهی نهی. خب حداقل یه چاق و زنجانی چیزی میگرفتی، چهار تا نگینی زمردی میچسبوندی روش، این آخه چیه؟ خب من از کجا میدونستم یه رمال سفید قراره پیدا بشه که قربونیش کنم؟ خیلی خب جر و بس دیگه کافیه، تا الان پرواز استاد غیبی نشسته و تو راهه، به محض اینکه برسه مندل خان رو بر اساس آیین باستانی محفل بعد از یک ضیافت با شکوه با غذاها و میوه های لاکچری چنان قربانی میکنی، چنان قربانی میکنی که نیروی ما ورائیش بین ما اساتید محفل به پنج قسمت مساوی تقسیم شود. گرفتیم؟ به امید اینکه بتونیم بالاخره 2000 نیروی واقعی گیر بیاریم و اینقدر سیاه‌کاری نکنیم. استاد حالا یارو واقعا نیروی ماورایی داره؟ طرف مأمور مرگ احضار کرتاهه، رو آب راه رفتاهه، پرواز کرتاهه، تو چه میدونی هاهه؟ شیبا جان الان چیکار میخوای بکنی؟ هیچی، قراره یه خورده عشق و حال کنیم. عشق و حال خیلی خوبه، فقط به نظرت اگه دست بل من الان باز بکنی بریم پارکی، سینمای جایی بیشتر خوش نمیگذره؟ الان که دندوناتو دونه دونه با این کشیدم گذاشتم کف دستت، میفهمی که دیگه خوشمزگی نکنی. بابا جان خودم خوشمزگی نکنم، باور کن چهار ماه نمیشه حداقل 50 میلیون هزینه دندونام کردم، مطمئنم دستت تو هزینه ها نیست. بنا اگه به بریدن و کندن و این حرف هست بزنیم تو کار گوشون، حداقل با 4 تا بخیه درستش میکنم. من دستم تو هزینه ها نیست. دندونا نگاه کن. چه خوش این لامینت یا کامپوزیت؟ کامپوزیته، سر کچلت کلا گذاشتن. بریدن که تو برنامه هم هست. میخوا نمیدونم از کجات شروع کنم، دماغت یا گوشت؟ نگو. تو مثل که حالیت نیست، قرار نیست زنده از اینجا بری بیرون. خدا وکیلی. آره آدم مرده هم نه گوش نیاز داره نه دندون. نه چسب نه خواهش میکنم. چرا؟ من پوست صورتم به این چسب ارتشی ها حساسیت داره، موقع کندن زیرش جوش میزنه زخم میشه. اسکول من میخوام تیکه تیکت کنم، تو نگران جوش و زخمی؟ یه دقیقه داریم حرف میزنیم دیگه. من چه حرفی دارم با تو بزنم؟ من بالاخره یه حرف مشترکی پیش میاد. ما چی کارت کردیم که تو داریم بلا رو سر من میاریم؟ چی کارم کردیم؟ 300 میلیارد مال اموالم از چنگم درآوردی، منو به خاک سیاه نشوندی، یه کاری کردی اموالمو با دست خودم بدم بره، بعد میگی چیکار کردی؟ خدا وکیلی حق داری، بعد بلای سرت آوردیم. خب پس منم هر بلای سرتو بیارم حقته. یه دقیقه وایسا. من اگه یه کاری بکنم بتونم مال و اموالتو برگردونم حله. چجوری؟ ببین همون بلایی که سر تو آوردیم، دو دستی بردی مال و اموال کامران رو بهش پس دادی. خب همون بلا رو سر کامران میاریم، 50% از مال و اموالش رو بیاره بهت بده. خداییش 50%ش بهم برمیگردون یاره؟ خدا وکیلی. ولی من ترجیح میدم بکشم چون اینجوری بیشتر دلم خواهد شد. تا 60% هم میتونم بکشم. آره بابا 70% 80% 100% میدم. میدم 100% هم بال منو برمیگردونی؟ بی کلک
به جان مادرم بیکلک. مرکز باده 12 هستم. عزیزم بهتر نیست اینو باز بکنیم؟ من یه کوچولو احساس ناامنی میکنم تو رانندگی. من خیلی اوکیم، اگه اذیتی یه تیر خالی کنم تو مخت. نه اونجوری که کلن رانندگی ناامن‌تر میشه که خوشه کاری. آبا اصلا قرار ما این شد که یه اعتماد متقابلی این وسط وجود داشته باشه دیگه. من نمیفهمم، اگه قرار اعتمادی نباشه هیچ کاری پیش نمیره. چی؟ به تو اعتماد کنم؟ ده قزمیت، تو خودت میتونی به خودت اعتماد کنی که از من انتظار داری؟ نه خدا وکیلی نه. استاد عطری، متخصص طلسم نویسی خصوصا برای تیم‌های فوتبال و زبان بند برای داور. اجازه میدین دستم ببوسم؟ بفرمایید. استاد سیتا، وارد کننده رمال هندی و استاد فال نخود پیشرفته تاتاروت. استاد رحمت، متخصص انرژی دهی تا 220 ولت. 220 ولت، موتور برقی هستم برای خودشون. بله. و اما استاد بین المللی ما استاد غیبی، متخصص پیوند زناشویی، گسست زناشویی، نازایی و چند قلوزایی که از آلمان تشریف آوردن. اجازه میدین دستتون رو ببوسم؟ رحمت، دستتون چه بوی خوبی میده. انبرنسا تو دستم بوده. انبرنسا قوقا میکنه. بله استاد. بوش عالیه. بله استاد. بفرمایین سر میز ضیافت باشکوه که صرفاً به افتخار حضور شما تدارک دیده شده. برای منه؟ بله. متاسفانه شما باید بخورید، من باید نگاه کنم. چرا؟ من سیرم. چرا؟ دو ماه پیش یه بادوم خوردم، تا پنج ماه دیگه میتونم طاقت بیارم. شما بفرمایید بخورید، من نگاه میکنم. شما سر میز میوه های لاکچری ما یک عدد موز خوردید با دو تا خرمالو. اون چیه رو میز لنگاش؟ حواس اون بوغلمونه. بوغلمون، بوغلمون برای تقویت ماورا عالیه. واقعا معجزه میکنه، باید بخوریم حتما. بفرمایید. شاگردای من خبری نشد. نگرانشون نباشین استاد، توی راه. من بدون اونا حتی غذا هم نمیتونم بخورم. ببین من خیلی خوب بردم شلیک کنم. یا میگی کی اجیرت کرده یا همینجا اثر کلت یه تیر خالی میکنم تو مغزت. شما نمیتونی این کارو بکنی. طبق قوانین ژنو حق نداری به اسیر شلیک کنی. منم الان دستم بس از اسیر به حساب میام دیگه. ابله، اون برای جنگ بین دو کشور، نه برای من و تو. واقعا؟ بله. الان یعنی هیچ قانونی مانع شلیکت به من نمیشه؟ یا میگی که ببین قدرت و جهانگیر فرستادن نامردا، میخوان از شر من خلاص شن، خودشون به کاسبیشون ادامه بدن. قدرت کیه؟ قدرت کیه ها؟ ببین کارو من یادشون دادم، حالا بی‌معرفت ها میخوان از شر من خلاص شن. تا سه میشمارم میگی قدرت کجاست؟ من میگم کیه، شما میگی بگو خوش. من نمیدونم به شرفم نمیدونم، به جون مادرم نمیدونم. میگه نگفتی دو نفرین؟ آه گروه دلتا اومداره؟ لعنت به جان، چرا این آوردی اینجا؟ قدرته؟ خفه شو. اینم کلبه درویشی ما. فقط کاشکی سر را داشتیم میمدیم یه جعب شیرینی چیزی میگرفتیم، حداقل یه میزبانی درست حسابی، یه پذیرایی مفصل میکردم ازت. اتفاقا سفارش دادم پختن برات.
بیبی تو چرا زحمت کشیدی؟ آقا من اصلا قند دارم، چربی دارم، هزار یه رقم مرض دارم، من نمیتونم بخورم. پا بی خود میکنی عوض شیرینی میکنی؟ من عوض شیرینی نکنم، من بابا حکم میزبانی گفتم، یه پذیرایی بر تو گفتم. ساکه چه بار پایین ببینم. برو. خب دستم بسته است، من نمیتونم بیادشم. به من چه؟ به تو چه؟ خب نمیشه، نمیتونم. سه کلی بازی در میره، به تخ پایین، حواسم به دستا. ادب وحشی، حرکت اضافه بکنی زدمت. خیلی خوب، اون اضافه نخوری ها. گوشی گوشی بیا جلو ببینم. خیلی خوب، راه باره دیگه، نگاه باقی دلگوش هاست. تو آدم شیوایی یاره؟ شیوا دیگه کیه خانم؟ چرا اصرار داری من آدم یکی باشم؟ چرا کلت رو سر جهانگیره؟ نقشتون لو رفت. بچه چرا اینجوری این وسط خوابیده؟ اینجا چه خبره؟ به به خانم فالگیر، اصلاحاتو بنداز وگرنه میکشمش. خب بکشش، به من چه؟ خانم یعنی چی بکشش؟ مگه هویجه؟ با منم آدمم، هم نوعتونم. شامورتی بازی جدیدتون. آره تو چرا خودتو اذیت میکنی؟ خودم میکشمش. خب چی یا میکشی؟ ای بابا بچه، همه تو کلید کردین منو بکشین. پرین کیه؟ آدم شیواست. شیوا گفتم اگه اصلاح تو نندازی آدمتو میکشم. سبک مغز، منم بهت گفتم آدم من نیست. من اگه آدم داشتم که انترمنتر شما نمیشدم. هر کاری میخوای باش بکن. آدمش نیستم دیگه، داره میگه خودش. پس بالاخره تو آدم کی؟ آدم عمم. الان وقت واسه همتا؟ نه 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 نه، واقعا آدم عمم. من عمم رئیس محفل رمالاست. بعد ما مندلخان رو دزدیدیم، بردیم اونجا که قربانیش کنن، این نیروهای ماوراییشو تصاحب کنن. منو مهردادم فرستادن بیایم شما رو بکشیم که خوشبختانه میسر نشد. مندلخان رو قربانی کنم؟ یعنی چی جهان؟ پری جون قدرت تو خطره. شیبا جان واقعا جون قدرت تو خطره. به جهنم. سوالی داشتم از حضورتون. اون چه میوه ایست که هم سبز است و آبدار و شیرین؟ خیار. خیار. خیار هم سبز است و آبدار، اما شیرین نیست. اگر شما با چای شیرین میل بفرمایید شیرین میشود. چه بامزه. صرف هم برای اطلاع بوده. استاد مندر ممکنه یه چیزی گفته تا مؤسفی بودنتون مطمئن شده؟ استاد سیتا. نه نه ایرادی نداره. اجازه بدید من وصل بشم. خنجر میبینم. نه خنجرها میبینم. خنجرهای آبگون، خنجرهای جواهر نشان در غلافهای زمرد نشان، پنهان شده. آه این خنجرها برای کیست؟ دیدید اساتید؟ دیدید ایشون واقعا یک استاد رمال سپید هستند؟ اگه نمیخوای مثل این بغلم بریم میشی دهنتو ببند و بشی. خب خانم این جریان انرژی و انتقال و اینا همش چرت و پرته. ما میتونیم از ایشون به عنوان کسی که میتونه به ما آموزش بده استفاده کنیم. خ...
من اصلا اشتباه میکنم؟ چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ نه استاد، همه چی خوب. بفرم. دعوه های خال زنکی خانم هاست جناب استاد موتور برق. بفرم. استاد اینا میخوام با خنجراشون میوه پوست بگیریم. اگه نمیتونی تحمل کنی همین الان برو بیرون. استاد منو ببخشید. مراقب خودتون باشید. کجا رفتن این خانم؟ کار داشت. آخه گریه میکرد. چه کس عشقی؟ این روزها خیلی زیاد شده. خب اساتید آماده این؟ بله شروع میکنیم. آخه برای چی آخه؟ مقاومت نکنید استاد مندل. رهایم کنید، رهایم کنید. لطفاً تکون نخورید استاد. قرار نیروی ماورای شما به ما منتقل بشه. عزیز من چرا متوجه نیستی؟ اگه یه نفر بتونه پول تو رو از کامران بگیره بهت پس بده فقط همین قدرته. اگر اینا قدرت رو بکشن دستت به هیچ جا بند نیستا. هیچی به هیچی ها. آقا این قدرت میگین کیه؟ ما اصلا قدرت تو دست و بالمون نداریم. ما یه مندل بود دزدیدیم همین. چقدر شما حرف میزنی؟ میشه یه دقیقه گاله رو ببندی؟ گوش کن، با شما بستم. اگه این محفلی که این داره ازش حرف میزنه 1% واقعی باشه، امکان نداره ما بتونیم داخل محفل بشیم، چه برسه به یکی بخواد قدرتم از اون تو برداریم نجات بدیم بیاریم بیرون. گوش کن، با شما هم هستم. عمه این آقا مدیر محفله، اینو تحویل میدیم قدرت رو میگیریم. مگه اینطوری؟ همین الان زنگ بزن به احمد، کار دارم. من که دستم، شما این تو جیبم اگه دراره. Hey Siri, calling Amme. Chi? Hamid Asili. Just to confirm, you'd like to call him to me. Alo, chi shod? Salam Amme jan. Ba arz adab o ehtiram. Khubin bachha khub hastan? Bachha? Bebin khanum, bachha baradarat pish mas. Qodrat khalon tahvil midin vagarna ino mikoshimesh. Bale. Bokoshidesh. آی تو سرت تو تکون نخوری ها. چی شد الان؟ من اصلا نفهمیدم شما فهمید چی شد. عمه جانت برات خیلی انرژی گذاشت. مردش رو ریخته تو دارم با یه عمه. آقا جان رمال چیه؟ رمال؟ من اصلا رمال نیستم، من حمالم نیستم. شوخی، یه شوخی ساده بود. ول کنین منو بابا، این واقعا خنده داره. اصلا شانسی اتفاق افتاد. من شانس آوردم اون اتفاقا سر راه من سبز شد. از تو همون کشتی بگیر، شما تو جزیره بگیر، تو اتوبوس بگیر، چه میدونم توی اون رستوران چینی، هر جا من برمیگردم اینا همش شانسی بوده. من شانس آوردم که اتفاقا فکر میکنم بد شانسی بوده، بدبختی گیر کردم من. آقا ول کنین منو، من یه جاهلم، یه خلافکارم، یه بزهکارم. همین الان پلیس دنبال من هستش، دنبال من هست، از طریق من میاد میرسه به شما، تمام این تشکیلات غیر قانونی رو جمع میکنه میبره. از من گفتن بود. آقا منو ول کنید، من اصلا کاری نیستم که. ابله. چی شد؟ هیچی، به جان که اینا گیره اونا بیافتن، اونا گیره اینا افتادن. تازه تهدیدم میکنن. که چی؟ که شهابو میکشیم. خب شما چی گفتین؟ گفتن بکشینش. به همین راحتی؟ ای بابا. اگه به پلیس زنگ میزنن تکلیف چی میشه؟ زنگ نمیزنن. چرا زنگ نمیزنن؟ بارها تو درد سر افتادن، جونشون به خطر افتاده، ولی به پلیس خبر ندادن. فکر میکنم از آموزه های استاد مندل باشه. اما ما نباید ریسک کنیم. بمیری شهاب. من زنگ میزنم بهشون، یه جوری میکشمشون اینجا، دخلشون رو بیاریم. خوبه.
عممه اما جون مادرم میدونستم زنگ میزنه، دوستم داره اون موقع عصبانی. خفه شو. بله. الو. ما تا یک ساعت دیگه استاد مندل رو قربانی میکنیم. اگر تو این فاصله برادرزاده احمق من رو پس فرستادید، من اساتید رو راضی میکنم که فقط صرفاً با بریدن یک گوش استاد رهاش کنن. در غیر این صورت پخ فقط یک ساعت. آفرین، عالی گفتی. چیکار کنیم؟ نکنه تله گذاشتن واسم. آخه من جسارتا یه سوالی دارم، چرا به پلیس نمیگی؟ چقدر تو گره ذهنی داری؟ یه دو دقیقه ببندون دهنتو. خب برای اینکه اینا فراری هم، منم اگه برم پیش پلیس چیزی دستمو نمیگیره. گوش کنی ببینین چی میگم. این میدونه من مالم رفته، جونم برام هیچ ارزشی نداره. الان همه با هم بلند میشیم میریم اونجا، یا زنده میمونیم من به مالم میرسم، شما دوتا به رفیقتون، تو هم به عمت، یا همه با هم میمیریم. تمام. بلند شید. ببین، به ارواح خاکم باد، خون از دماغ رفیقم بیاد. مرد نیستم، رندت نکنم، تخم و مرغ نزنم تنگت، کوکو سیب زمینی ازت در نیارم. یه ذره بد غذا نیستی؟ خب گوش کن، با عمش بعد صحبت کنی. را بیافت. تا یک ساعت دیگه این ابله‌ها همه اینجان. وقتی که رسیدن اول مراسم قربانی رو اجرا میکنیم، بعد اونا رو میکشیم. عدسه کرد، دیدید؟ عدسه کرد. صبر اومد یعنی نباید منو قربانی کنید. کسی که صبر آورده اونو باید قربانی کنید. این خانم باید قربانی بشه. این خانم، این البته حیفه، این شاگرد خوبیه. این آقا، این کنتور برقه، موتور برق باید قربانی بشه. 220 ولت، 220 ولت انرژی، اینو بترکونید. میدونید به هر کدومتون چقدر میرسه؟ یا اون آلمانیه، اون نفوذیه، از کشور بیگانه است، خون وایکینگ ها توی بدنشه، اونو قربانی کنید. یا این استاد فوتبال، گند زدی با این پیشبینی فوتبالت، فوتبال مملکت رو به گند زدین. هشت‌ها بهتر از شما پیشبینی میکنه. منو قربونی نکنید، من به دردتون نمیخورم. اشتباه داری میکنید استاد. چرا اینقدر بال میزنید؟ آروم باشید، بگذارید ما کارمون رو انجام بدیم. شما دارید فدای یک اتفاق مهم میشید. آروم بشم که شما منو بکشین؟ نمیفهمی روانی، من قدرتی ندارم. اسمم قدرته ولی قدرتی ندارم. مندل نیستم من. شما برید تحقیق کنید، برید جستجو کنید، سوء پیشینه منو در بیارید. من بزهکارم. نفرمایید، ما قبلا تستامون رو انجام دادیم. آخرین تست هم پرونده کامران و شیوا بود که شما به بهترین وجهی حلش کردی. ای لعنت به من که حلش کردم. لعنت به شیوا، لعنت به کامران، لعنت به تو جهانگیر، لعنت به تو پری که گفتی گروه تشکیل بدی. راستی بچه های من نیومدن؟ میان، نگران نباشی. اونا نیان من نمیمیرم. بعد میکشمت. آروم به کشتنم اومدی ای بابا. چون رفیقم تو خطره، میفهمی؟ قدرت دوام بیار. قدرت از مرکز واحد 12 هستم. 12 به گوشم. مستظر باشید، خودرویی با 4 سرنشین که ظاهرا گروگان دارن وارد امارت شدن. اینا مسلح هستن. امکان درگیریه. دستور چی می‌فرمایید؟ 12 نیرو اعزام شده، سریعا تظاهر جمع شد. بازم قربانی! گروه آلفا! گروه دلتا بیان کمک!
دنیا چه میدی؟ این ارتش منه. بخوره تو سرت. را بیافتی کتمان. این شوگاه بیا. عمه جون دستگیرشون کردم آوردمشون. بده ببینم. درد و عمه. کاش برادرم نازا بود. یالا. قدرت چه همشینت کردم؟ جهان این اینجا چیکار میکنه؟ فرزندم. فرزندمو درد. شانس آوردی کارم به تو یکی گیره. عمه خانوم یه لحظه گوش کن به من چی میگم. اینا کلاه بردارن. اون خودشو شبیه فالگیرا کرد. اون خودشو شبیه رمالا کرد. این جانه جعل اسناد کرد خودشو میلیاردر جا زد که سر منو کلاه بذارن. بردارم ببرم اموال کامران رو دو دستی تقدیمش کنم. ماورا کجا بود دلت خوشه؟ فرشته مرگ چی؟ کابوسات چی؟ نه اون که کاملا ساختگی بود دیگه. پیدا شدن دزد الماس ها؟ اون شانسی بود دیگه. شانسکی بود. زنده کردن مومیای چینی؟ واقعا خودمونم نفهمیدیم چی شد. کارهایی که در جزیره کرد؟ خانوم همه اینا جعلی ساختگی کلاهبرداری بوده. ول کن قدرت رو بره. هیچ نیروی ماورایی نداره. آفرین آفرین به شما شاگردان نمونه که دارین سعی میکنین استاد خودتون رو نجات بدین. کاملا قابل درکه. ولی کور خوندین. ما استاد شما رو چنان قربانی میکنیم که نیروی ماورایش به 5 قسمت مساوی بین ما اساتید تقسیم شود. و شما این شانس رو خواهید داشت که قبل از مرگتون این مراسم با شکوه رو نظاره کنید. جهان اینا میخوان منو بتره کنم. اساتید شروع میکنید. اوف و زهر مار اینا میخوان منو قطع قطع کنن. تو میگی اوف باشو یه چاقویی یه شمشیری تپانچه چیزی پیدا کن یه کاری بکن آخه. اوتا موتا کوتا یاخویو بیاقو مشکیم شمارق برسم مشکی هر دونا شمارق سری
Whoa!